بسیار خوب. سلام بر شما. سنا روحانی هستم و خوشحالم که در برنامه برای فردای این هفته با شما عزیزان همراه هستم. در استودیوی ما میهمان بسیار گرامی هستند، خانم سویدا معانی. بسیار خوش آمدید خانم معانی. مرسی، خیلی خوشحالم که اینجا هستم. قربان شما. سویدا خانم ایشون وکیل بین المللی هستند. ممنون که به وعده خودتون وفا کردید و اگر به یاد داشته باشید بینندگان عزیز، در یکی از برنامه‌های پیشین ما خانم بهاری معانی، مادر عزیز سویدا خانم و سویدا خانم رو با خودمون داشتیم و در اون برنامه تألیفات این عزیزان رو برای شما معرفی کردیم و وعده دادیم که بیشتر در ارتباط با یکی از کتاب‌هایی که خانم معانی نوشتند با عنوان Collective Security Within Reach، دستیابی به امنیت جمعی، بیشتر بتونیم صحبت بکنیم. خانم معانی، انگیزه شما از نوشتن این کتاب چه بود؟ هدف من در نوشتن این کتاب این بود که یک الگویی، یک برنامه‌ای پیشنهاد کنم برای ایجاد یک سیستم امنیت دست جمعی. این دنیایی که ما توش زندگی میکنیم امروزا پر از مشکلات هست. هر دفعه که خبر رو گوش میدیم، روزنامه رو نگاه میکنیم، میبینیم که دنیا و همه ممالک دنیا واقعا مشاکل زیادی دارن، چه مشکل اقتصادی باشه، چه مشکل گسترش مواد هسته‌ای باشه، چه مشکل اختلافات مرزی باشه، هر چی خلاصه شما فکر کنید در هر زمینه یه مشکلی وجود روز داره. روز به روز هم بیشتر میشه. روز به روز بیشتر میشه. مثلا حالا دارن میگن که در آینده نزدیک غذا در دنیا کم خواهد بود. مسئله آب، کمیابی آب هم یک مشکل خیلی بزرگیه که باش مواجه داریم میشیم. خلاصه به قول شما مشکلات همینجوری داره زیادتر و زیادتر میشه. متاسفانه تا به حال طرز حل این مشکلاتی که ما داشتیم اینه که صبر میکنیم مشکل پیش بیاد، یک بحرانی بشه، بعد عکس العمل نشون بدیم. وقتی که عکس العمل نشون میدیم، حلی که به وجود میاد متاسفانه به ریشه مشکل نمیرسه. یک حل خیلی جزئی پیاده میکنیم، میریم سر مشکل بعدی. هر روز یک بحرانی هست، میدویم از یک بحران به یک بحران دیگه که اینا رو تون تون مثل آتیش خاموش کنیم. به نظر من این فایده که نداشته تا به حال. همجور که میبینیم اون مشکلات نه فقط از بین نرفته، بلکه هر کدوم از مشکلات بیشتر و بیشتر شده، بزرگتر شده، خطیرتر شده و مشکلات هم بیشتر شده. درست مثل یه خانومیه که میخواد بزایه، باردار باشه. آره، وقتی میرسه دیگه آخر اون 9 ماه درد زایمان شروع میشه، این انقباضات شروع میشه و این انقباضات هشدار میده که بچه قراره به دنیا بیاد. همینطوری به نظر من این دنیای ما هم درست همینطوره. الان در حالت این انقباضاته که مدتش بین یه انقباض و بعدی داره کوتاه‌تر میشه. هر بازی هم داره شدیدتر میشه. خبر خوشش اینه که آخرش ما باهایا ایمان داریم که یک دنیای خوبی متحدی به وجود خواهد آمد که همه انسان‌ها با هم به طور صلح‌آمیز زندگی خواهند کرد. پس خوشحالم که شما میفرمایید که ما امیدوار هستیم، یعنی به بینندگان عزیزمون این امیدواری رو بدیم که درسته که حالا جامعه بشری دچار این درد هست، ولی پایانش انشالله پایان روشنی خواهد بود. بنابراین شما در این کتاب راه‌های حل مشکلات و وسیله رسیدن به یک حل عمومی که همه بخوان پیاده بکنن اون رو پیشنهاد فرمودید.
به نظر من تنها این راه حل این مشکلات اینه که یک اصولی رو مشخص کنیم و بعد این اصول رو با کار بندازیم که هر کدوم از این مشکلات حل کنه. این کاری که من سعی کردم تو این کتابم بکنم، اول اصول مشخص کنم، بعد بگم که تمام ممالک باید متفق بشن بر این اصول، بعد نشون میدم که این اصول اگه ورداریم دونه دونه، اگه به کار بندازیم، چجوری میتونیم هر کدوم از این مشکلات دونه دونه حل کنیم. ممکن این اصول رو توضیح بفرمایید؟ شما در ابتدا فرمودید که این اصول برگرفته از آثار دیانت بهایی هست، درسته؟ این اصول بله، از تعالیم بهایی اینا رو گرفتن. بفرمایید این اصولی که شما اینجا معرفی فرمودید و پیشنهاد دادید چه هست؟ اصول اولین و مهمترین اصل وحدت عالم انسانیه، وحدت بشر و وحدت ملل، این اصل اول. اصل دوم اصل عدالت و تساویه که وقت ما نسبت به ممالک و اهالی ممالک مختلف باشون معامله میکنیم، باید به یکسان باشون معامله کنیم. یک کشور رو ترجیح ندیم بر یک کشور دیگه. اگه یه کشوری مشکلی داره اونو واقعا به اهمیت بهش بدیم، همونطوری که اگه یه کشور دیگه که دوست ما هست همون مشکل داره، همون اهمیت رو به هر دو کشور بدیم. این اصل دوم چطور متفاوت هست از اصل اول؟ اصل اول شما فرمودید وحدت عالم انسانی و اقوام، یعنی همه رو یکی بدونیم، و وحدت ملل. خب یه مثال بزنیم، شورای امنیت چند تا مملکت توش عضو هستن، درست؟ 5 تا از این ممالک عضو دائمی هستن. بله. این 5 تا حق ویتو دارن. خب حالا شما فکر کنید که اگه دنیا مواجه با یه مشکل بشه و 190 تا از کشورهای دنیا بگن ما فکر میکنیم که راه حلش اینه، مثلا یه راه حلی رو مشخص میکنن، معین میکنن، ولی یکی از این اعضای شورای امنیت بگه نه 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 نه، من خیلی به شما احترام میذارم و واقعا فکر میکنیم که همه یکسان هستیم، ولی ما فکر میکنیم که ما بهتر شما میفهمیم و برای منفعت کشور خودمون بهتره که ما این راه حل رو نریم دنبالش. این نمیشه. وقتی که شما بگید اصل اینه که همه یک هستن و تمام ممالک هم یکسان هستن، اصلا این مسئله ویتو از بین میره. اصلا لازم نیست بشینیم فکر کنیم که آیا باید ویتو داشته باشیم نداشته باشیم، که چه کشورهای حق ویتو رو خواهند داشت، این به کلی از بین میره. پس شما کاملا مخالف هستید با حق ویتو؟ بله، و میبینیم که واقعا باعث مشکلات زیادی شده. یک علتی که ما تو دنیا صلح نداریم اینه که شورای امنیت که واقعا تنها کارش اینه که صلح تو دنیا به وجود بیاره نتونسته کارش رو انجام بده. چرا نتونسته این کارو بکنه؟ به خاطر این حق ویتو. ادامه بفرمایید اصول دیگه ای که شما پیشنهاد دادید. یک اصل دیگه که خیلی مهمه اینه که بفهمیم که برای تأمین منفعت جزء، یعنی یک مملکت، با تأمین منفعت تمام دنیا رو در نظر داشته باشیم. شما اگه منفعت تمام دنیا رو در نظر داشته باشید، این منفعت کشورام دونه دونه، این خود به خود این مشکل از بین میره. یعنی کسی لازم نیست بترسه که درسته درسته بله. یک اصل دیگه هم اینه که این اختیارات مفرطی که میدیم به هر کشور، اینا رو باید تا یه حدی محدود کنیم. نمیشه هر کشوری بگه که من هر کاری دلم میخواد میتونم بکنم، این حق منه. چون حق یک کشور اگه بخواد هر کاری بکنه اثر میذاره رو حق ممالک دیگر. بنابراین باید این اختیارات هر کشوری رو تا یه حدی محدود کنیم که همه بتونن دوباره خوشبخت باشن. خب من فکر میکنم که بسیاری از کشورهای ابرقدرت از این پیشنهادات شما شاید راضی نباشن، موافق نباشن. شما تا چه حدی فکر میکنید که واقع بینانه هست این اصولی که شما پیشنهاد میکنید؟ این سوال خیلی خوبیه که خیلی ها میپرسن. و چیز جالب این که من تحقیقاتم که کردم یک نمونه های نشون دادم که تو دنیا این کار کردیم. کشورها حاضر بودن در یک مواردی این اختیارات خودشونو
صرف نظر بکنن ازش. چرا؟ چون خودشون فهمیدن این به منفعت خودشونه. میتونید نمونه رو بفرمایید؟ بله، نمونه‌ای که داشتم، حالا ببینم که فارسیم چقدر خوبه. خواهش میکنم. البته بینندگان عزیز، سویدا خانم هیچ وقت در ایران نبودند و خارج از ایران متولد شدند و فارسیشون بسیار خوب هست برای کسی که در خارج از ایران بودید، بنابراین بفرمایید. بعد از جنگ جهانی دوم، بله، در اروپا واقعا دیگه از بین رفته بود. درست. و همه کشورهای مخصوصا غرب اروپا احتیاج شدید داشتن به زغال سنگ و به فولاد که دوباره کشوراشون رو بسازن، ساختمون بسازن، راه آهن بذارن، کشتی بسازن. همه اینا احتیاج به این دوتا چیز داره، شبیه به امروز ما مثلا نفت و گاز امروزمون و انرژی هسته‌ای همون اهمیت رو داشت. ولی این مواد کم بود و کشورها قبلا با هم خیلی جنگ کرده بودن، مخصوصا فرانسه و آلمان چند تا جنگ خیلی بد داشتن که کشته زیاد داده بودن به خاطر دسترسی به این مواد اصلی. متوجه شدن که خب ما هممون، حالا کشورهامون خراب شده و هممون احتیاج به این مواد داریم، ولی ضمناً هم به همدیگه خیلی مشکوک بودن، مخصوصا نسبت به آلمان مشکوک بودن که ما اگه بذاریم این آلمانیا دوباره این صنایعشون را بندازن، دوباره میرن مخفیانه یه مش اسلحه میسازن و دوباره یه جنگ جهانی سوم را میندازن. بنابراین چه کار کنیم؟ یک برنامه خیلی جالبی به وجود آوردن، یک آقای به نام ژان مونه، واقعا این ایده ایشون بود، گفت که بیایم ما کشورها با هم موافقت کنیم که همه زغال سنگی که داریم و همه فولادی که هممون داریم با هم جمع کنیم یه جا تحت اداره، تحت مدیریت یک هیئت، یک هیئتی که فوق محدودیت های کشورها بود، یک هیئت عالی رتبه مثل یورپین، مثلا شورای اروپا، مثل شورای حالته. اروپا، بله. اتفاقا این درست این پایگزار اتحادیه اروپا شد. بله شد. این کارو که میکنیم دو تا کار انجام میدیم، دو تا هدف انجام میشه. اولا میتونیم قشنگ همه چیز آشکاره، میبینیم که چه کشوری چه مقدار زغال سنگی داره استفاده میکنه، چه مقدار فولاد داره استفاده میکنه و برای چی. چون این هیئت این چیزا رو، این مواد رو میفروشه به کشورها، کشورها باید بیان بگن ما این احتیاجات رو داریم و اینا باید بگن خیلی خوب، تو میتونی این احتیاجات رفع کنی، ما این مواد رو بهت میفروشیم. و این باعث صلح شد در اروپا، چون همه چی خیلی واضح بود دیگه، هیچ ترسی نبود که هیچ کشوری مخفیانه بره یک اسلحه به وجود بیاره و ضمناً هم همه ممالک راحت بودن، چون دیدن که خب احتیاجات هممون به طور یکسان برآورده میشه. پس بنابراین یه گروهی که کنترل بکنن، بل، ولی در این حال شفافیت از تمام کشورها، بل، لازم هست و صداقت. بله. اگه بخوان برن زیرزیرکی کارایی بکنن، اینم امکانش هست. نمیتونن، ولی نمیتونن، چون این هیئت تشکیل شده بود از یک آدمهایی که اینا رو دونه دونه حکومت‌ها از تمام اروپا معین کردن و اینا رو معین کردن چون معروف بودن به صداقتشون و اینکه خوبی تمام اروپا را می‌خواستن در نظر بگیرن. اتفاقا ژان مونه خیلی حرف جالبی زد، گفت مگه میشه که در تمام اروپای غربی، 6 تا کشور بودن که عضو این هیئت بودن، مگه میشه تو این 6 تا کشور یک دسته آدم پیدا نشه که به طور صادقانه به منفعت تمام اروپا نگاه نکنن؟ خیلی جالب بود. پس این مسائل معنوی و روحانی، حالا ما هر چقدر راه حل‌هایی رو پیش راد بکنیم، ولی اخلاقیات و معنویات یه نقش بسیار مهمی رو در حل این برنامه‌ها پیاده می‌کنه. خب خانم مانی، شما در این کتاب این 4 تا اصل بسیار اساسی رو فرمودید. آیا کتاب شما مورد توجه قرار گرفت؟ بازتاب‌ها چی بوده؟
خیلی جالبه، چون این اواخر مخصوصا در این در سال 2010 یک چند تا تحولات پیش اومده که به نظر من خیلی جالبه. ببخشید صحبتتون رو قطع می‌کنم، کتاب کی انتشار پیدا کرد؟ کتاب ژانویه سال 2008. در سال 2010 چند تا تحولات جالب پیش اومد. در دسامبر 2010 هیئت مدیریه آژانس بین المللی انرژی اتمی تصمیم خیلی مهمی گرفت. خب نه، تصمیم گرفتن که در سازمان ملل، این یک آژانسیه که مثل بچه سازمان ملله، بله، سازمان بین المللیه که تمام هدفش و کارش رو این مسئله انرژی اتمیه که به طور صلح‌آمیز بده اینو دست کشورهای مختلف که بتونن به احتیاجات انرژی خودشون برسن. درست. این هیئت تصمیم گرفت که یک بانک بین المللی سوخت هسته‌ای درست کنه. این یک پیشنهادی بود که من توی کتابم داده بودم و البته به اون طور نهایی که من پیشنهاد کردم این هنوز نرسیده، ولی این قدم اول خیلی مهمیه که اینا برداشتن. و علتی که این بانک رو به وجود میخوان بیارن اینه که خیلی از کشورهای دنیا، الان 40 کشور در این سال اخیر اظهار علاقه نشون دادن که نیروگاه‌های هسته خودشونو بسازن. و این مشکل بزرگیه، چون همینطور که همه بینندگان آگاه هستن مسئله گسترش مواد هسته مسئله خطیریه. ترس دنیا اینه که هرچی ممالک بیشتری این مواد دستشون بیاد، خطر این که این مواد بیفته تو دست تروریستا بیشتر میشه. این واقعا مشکل اصلی اینه. مشکل دوم این است که بعضی از کشورها بهشون نمیشه اطمینان کرد، ممکنه نیت خیلی خوبی نداشته باشه نسبت به کشورهای دیگه و حاضر باشن سوء استفاده کنن و از این مواد هسته‌ای برای کارهای نظامی از اینا استفاده کنن و اینم یه مشکل دیگه است. بنابراین این آژانس گفت خیلی خوب، برای اینکه این مشکل رو حل کنیم ما به کشورها پیشنهاد میکنیم، به 40 کشور، که به جای که خودتون نیروگاه های خودتون رو بسازید که این سوخت هسته ای رو درست کنید، ما این سوخت رو به شما میدیم، میفروشیم، شما به ما بگید که احتیاجاتتون چیه و احتیاجات انرژی خودتون و ما هر مقدار سوخت هسته ای که شما احتیاج دارید بر رفع این احتیاجات انرژی ما به شما میفروشیم، ولی در مقابل شما باید حاضر باشین صرف نظر کنید از این حقی که دارید که خودتون این نیروگاه ها رو بسازید. خیلی واقعا اقدام بزرگیه. بعد یه کار دیگه هم که شده، روسیه خودش یک بانکی رو باز کرده، اونم در نوامبر 2010 در سایبیریا یک بانکی رو باز کرده که داره به کشورها دوباره همینو میگه، هر کشوری که سوخت هسته‌ای میخواد ما داریم، حاضریم بفروشیم که خودتون دیگه لازم نباشه که این نیروگاه ها رو بسازید. خب خانم مانی، از اصولی که شما در ابتدا قید کردید و پیشنهاد کرده بودید، فکر میکنم یه چیز بسیار مهم اینه که همه کشورها قبول بکنن. اگه یکی دو کشور قبول نکنن، مشکل همون مشکل برقرار و باقی خواهد موند. شما فکر میکنید این اقدامی که تازگی شده در مورد انرژی هسته‌ای، اگر یکی دو کشور قبول نکنن، بعد جامعه بشری بعد چه کار بکنه؟ درست، مشکل همینه. به نظر من با وجود که این قدم اول مهمیه کافی نیست. من فکر میکنم که کشورهای کوچیک که پول ندارن برای ساختن نیروگاه های خودشون برن دنبال این مسئله، میرن حاضرن بخرن، کمک بگیرن. کشورهایی هم که در حال توسعه هستن اونام فکر میکنم بخرن از این بانک. کشورهایی که نیتهای خوب ندارن و واقعا هدف آخریشون اینه که اسلحه هسته‌ای به وجود بیارن، نمیرن دنبال این امکان. و من از همین میگم که این پیشنهادی که من داده بودم که همه کشورها
تمام این نیروگاه‌های هسته‌ای رو بذارن تحت مدیریت و کنترل یک هیئت عالی رتبه، مثل همون هیئت زغال سنگ و فولاد اروپا. خب این هیئت مانند همون هیئت هست، شما این چنین فکر نمی‌کنی؟ نه، چون اون هیئت همه کشورهای اروپا جزوش بودن و همه مجبور بودن، و هیئت جالبی بود، همه مجبور بودن که وقتی این هیئت یه چیزی میگه کارو فوراً انجام بدن. هیئت میتونست بره تو دادگاه‌های خود هر کشور کمک دادگاه رو بگیره که کشور و صنایع کشور و افراد کشور رو مجبور کنن که طبق قوانین هیئت رفتار کنن. خیلی چیزاش مختلفه، این واقعا داوطلبانه است، هر کسی دوست داشت میتونه بره از این بانک توخت هسته‌ای بخره، ولی اجباری نیست، تمام کشورهای دنیا مجبور نیستن که این کارو بکنن. مشکلش درست همینه، همه کشورها باید با هم متفق بشن که توی همچین سیستمی شرکت کنن. پس باید یه قوه اجرایی داشته باشه، در حقیقت باید یه قوه اجرایی هم داشته باشه. و اینم دوباره یکی از پیشنهادات تو کتابم این بود که هم شورای امنیت و هم جامعه بین الملل احتیاج به یک ارتش دائمی داره که این قوانین بین المللی رو تنفیذ کنه، اعمال کنه. الان همچین چیزی نداریم. مزه همین، با وجود که قوانینی و مؤسساتی به وجود میاد که کمک کنه و صلح بیاره به دنیا، چون کشورها مجبور نیستن که مقید نیستن به این قوانین، هر کسی میره هر کاری که فکر میکنه به منفعت خودش انجام میده، صلح دنیا رو هم به هم میزنه، هیچ عواقبی هم نیست. خب شما تا چه حدی فکر میکنید که بالاخره هر کشوری باید یه آزادی هم داشته باشه در انتخاب؟ یعنی تمام دول عالم باید جمع بشن با هم متفق بشن. اگه همه حاضر نباشن و ممکنه یه دو کشور اون آخر بمونن بگن درسته. که نه ما حاضر نیستیم، اون موقع دیگه بقیه کشور رو باید بگن ببین این مسئله صلح تمام عالمه، ما نمیتونیم بذاریم که یه دو تا کشور صلح دنیا رو خراب کنن. مثل یه آدمی که سرطان داره، خب شما میگید خب ما اگه کیموتراپی بدیم، این دواهای قوی رو بدیم، ممکنه بعضی از سلول‌های خوبم رو از بین ببریم. درسته، ولی خب اگه هیچ کاری هم نکنیم آدم‌ها از بین میرن. این الان مسئله دنیای ماست، دنیای ما در حالت خیلی خطیری هست، خطرات زیاده، و ما جامعه ملل باید با هم جمع بشن بگن ببینیم یه راهی هست، یه کاری هست که همه دیگه باید با هم موافق بشیم با هم انجام بدیم. اگه چند نفر بخوان خارج باشن از این سیستم درست نمیشه. و این تجربه رو هم کردیم، یک پیمانی سالها پیش به وجود آوردیم، پیمان منع گسترش مواد هسته‌ای. خب بله، اون موقع وقتی که اینو به وجود آوردن فکر کردن که آرزوی دنیا این بود که همه کشورها جزو شرکت امضا بکنن، ولی نکردن. و اتفاقا 3 تا از کشورهایی که امضا نکردن رفتن دنبال مواد هسته‌ای و اسلحه هسته‌ای، هندوستان، پاکستان و کشور اسرائیل، و این باعث مشکل زیادی شده تو دنیا، چون اولا بهانه میده دست کشورهایی که عضو هستن، میگن خب اگه اینا کردن و دارن ما چرا نکنیم. خب و راست میگن از یه لحاظی، خب منصفانه نیست. خلاصه این یکی از مشکلاته که باید با همه کشورها یکسان رفتار کنیم. مطمئن هستم که چالش‌های بیشتری رو جامعه بشری باش روبرو خواهند بود. بله. و اهمیت این که تمام این اصولی رو که شما فرمودید همه با هم اجرا بشه. بله. در یک زمان. دوستان عزیز، اگر شما مایل هستید که به این کتاب دسترسی داشته باشید، این کتاب فکر می‌کنم روی تارنمای آمازون درسته. هست. بله. میتونن خریداری بکنن. و خبر خوش که این کتاب به تازگی به زبان اسپانیولی ترجمه شده، ولی به زودی هم به فارسی ترجمه شده و انشالله این کتاب منتشر خواهد شد
ولی تا اون موقع یک وبلاگ دارن بله که بله. هر کسی اگه بینندگان مایل باشن میتونن برن تو این وبلاگ نگاه کنن. من سعی میکنم وقتی که خبرای جدید میاد افکار خودم رو در میان بذارم و نشون بدم که با پیاده کردن این اصولی که راجبش صحبت کردیم چجوری میتونیم این مشاکلی که هر روز راجبش توی خبر میخونیم اینا رو حل کنیم. و وبلاگم هم هست http://collectivesecurity.blogspot.com همین آدرسی که بر روی صفحه شما عزیزان ملاحظه میکنید. خیلی ممنون از حضورتون در این برنامه خانم معانی. خیلی ممنون که از من دعوت کردید. خواهش میکنم. دوستان عزیز شما رو به خدای بزرگ میسپارم و از شما دعوت میکنم که در ادامه برنامه با ما همراه باشید. بدرود.